با سلام به برنامه ایران و جهان خوش آمدید در این برنامه نخست در گزارشی به اظهارات مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میپردازیم که رسما حضور نیروی قدس سپاه را در سوریه و عراق تایید کرده است در ادامه نگاهی داریم به افزایش نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی گزارشی داریم از دیدار جمعی از کنشگران مدنی که خواستار آزادی قنچه قوامی شدند همچنین مروری داریم به مصاحبه اخیر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با صدا و سیما که اقدامات دولت را در زمینه اقتصادی و دستاوردهای گفتگوهای هسته ای را تشریح کرده با ما همراه باشید یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حضور نیروهای سپاه قدس در عراق و سوریه را تایید کرده و گفته کمک جمهوری اسلامی به شکل انتقال تجربه و به قصد پشتیبانی از دولتهای قانونی این دو کشور صورت میگیرد سردار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با تلویزیون العالم به پرسشایی درباره حضور نیروهای سپاه قدس در عراق و سوریه پاسخ گفت. العالم شبکه ماهواره جمهوری اسلامی به زبان عربی است که مرکز آن در تهران است. سردار جوانی درباره عکسی که اخیرا منتشر شده و سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیروی برومرزی سپاه پاسداران را در میان پیشمرگه کرد شمال عراق نشان میدهد گفت که قاسم سلیمانی از یادگاران دوران دفاع مقدس است و فرماندهان آن دوره حضور میدانی داشتند و در عملیات و مواقع آزادسازی مناطق در خط مقدم حضور پیدا میکردند. این عکس روز دوشنبه گذشته 14 مهر ماه توسط شبکه خبر به عنوان آخرین عکس قاسم سلیمانی فرمانده سپاه در عراق در کنار پیشمرگای کرد منتشر شده بود. پیش از این فرمانده هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار حضور قاسم سلیمانی در عراق را تایید و قصد از آن را کمک به مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرده بود. سردار امیر علی حاجیزاده در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که قاسم سلیمانی همراه با هفتاد نفر در شهر اربیل مانع پیشروی داعش شدند مشاوره عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مصاحبه با العالم گفت که جمهوری اسلامی از مردم سوریه و ارا صادقان حمایت می کند و چون آنان که کمک و مشاوره می دهند راهی را که طی می‌کنند مقدس می دانند و آماده شهادت هستند به طور طبیعی در صحنه حضور مییابند مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که کمک های جمهوری اسلامی به شکل حضور مستشاری، مشاوره ای و انتقال تجربیات بوده است. وی افزود جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که از دولت های قانونی عراق و سوریه حمایت می کند. سردار جوانی گفت که نیروی قدس سپاه پاسداران تجربه 36 ساله گذشته حکومت ایران در دوران جنگ ایران عراق و در برخورد با گروه های شورشی را منتقل کرده و توانسته مردم عراق و سوریه را به صحنه بیاورد و در کنار دولت ها قرار دهد. او همچنین گفت که پشتیبان اصلی دولت بشار الاسد در سوریه مردم این کشور هستند که این مسئله خود را در انتخابات نشان داد. او در مورد عراق نیز گفت که مردم عراق نیز بعد از یک سری تحولات به صحنه آمدن و با آموزش ها و تجارب و مشاوره ها و کمک های جمهوری اسلامی توانستند حرکت داعش و دیگر گروه های را متوقف کنند. سردار جوانی درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر سوریه و عراق پس از تشکیل اطلاف بین برای سرکوب توریست دولت اسلامی نیز گفت که ایران در این وضعیت صحنه را رها نمی کند بلکه از دولت های قانونی عراق و سوریه پشتیبانی خواهد کرد. سردار الله جوانی همچنین بر سمرات کمک جمهوری اسلامی به عراق و سوریه تاکید کرد و گفت که ایران به عراقی ها و سوری ها یاری رسانده این کمک سمر داشته و این دو کشور به پیروزی هایی دست یافتند او ادامه داد که بسیاری معتقدند که اگر بغداد سقوط نکرد به خاطر حضور و کمک جمهوری اسلامی بود مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از مصاحبه با العالم گفت که حامیان داعش عربستان قطر ترکیه و اسرائیل هستند و همچنین گفت که سرکاردگان دولت اسلامی دشمن خود را شیعه خواندند و این همان خواست اسرائیل است سردار جوانی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش توریستای دولت اسلامی برای تصرف شهر مرزی خانقین گفت که سرکاردگان این گروه میدانند هر گونه اقدام علیه ایران یا نزدیک شدن به مرز آن یا اقدام در داخل ایران از سوی این گروه ها نوعی خودزنی تلقی می شود. او افزود که جمهوری اسلامی به سراحت موضع خود را اعلام کرده و حتی برخی مناطق در داخل عراق و برخی مناطق کردنشین این کشور را به عنوان خط قرمز خود اعلام کرده است سردار جوانی در گفتگو خود با العالم از ترکیه به عنوان کشوری نام برد که در شکلگیری جریان دولت اسلامی نقشی مهم داشته است او گفت که برخی مناطق ترکیه اردوگاه های نظامی گروه ها بوده و عناصر تروریستی از بسیاری از کشورها برای ملحق شدن به گروهک تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی ابتدا وارد ترکیه می شدن و ترکیه نقش هماهنگ کننده داشته مجروحان آنها را مداوا کرده بود و به آنها آموزش و تجهیزات داده است او اشاره کرد به اینکه ترکیه مانع کردهای ترکیه برای کمک به شهرهای کردنشینی شده بود که مورد تهاجم توریست های دولت اسلامی قرار گرفتند. به گفته جوانی در نتیجه اینکه ترکیه اعلام کرده به اطلاف علیه دولت اسلامی میپیوندد نمایشی است. سردار جوانی تاکید کرد که رفتار دولت مردان ترکیه نشان میدهد که اولویت این کشور سقوط دولت بشار الاسد در سوریه است و بحث اعتلاف و پیوستن بدان یک برنامه زی جدید برای مداخله در منطقه به شکل دیگری است. گفتنی است با سخنان سردار جوانی می توان گفت که جمهوری اسلامی از سوئی بر حضور نیروهای خود در خط اول جبهه در عراق تاکید می کنند. و اما از سوی دیگر می گوید که کمک ایران به عراق و سوریه به شکل مشاوره و نه کمک نظامی است. بر اساس گزارش یک خبرگزاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از آغاز رهبری خامنه ای تا کنون از پنج نهاد به شانزده نهاد افزایش یافته است علی خامنه ای در سال 1368 پس از مرگ روح الله خمینی جانشین او شد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در گزارشی خبر داد که نهادهای اطلاعاتی حفاظتی در جمهوری اسلامی از سال 1368 تا کنون از پنج نهاد به شانزده نهاد افزایش یافته است این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال 1362 و قانون تمرکز اطلاعات مصوبه مجمع تشخیص مسلحت نظام در سال 1368 وزارت اطلاعات واحد اطلاعات سپاه پاسداران واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می نویسد که طی دو دهه اخیر نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تأسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی حفاظتی کشور همکنون به 16 نهاد افزایش یافته است. خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تأسیس شدن نکرده است. حفاظت اطلاعات قوه قضایی جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره ای نشده و بر اساس گزارش بیش از یک دهه قبل تأسیس شده است. در همین زمین سعید مرتزوی، دادستان سابق تهران روز دوشنبه هفتم مهرما گفته بود که حفاظت اطلاعات قوه قضایی از یک دهه قبل فعالیت می کند و به پرونده های مهمی رسیدگی کرده است. ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضایی نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضایه تأسیس شد از سوی دیگر بر اساس گزارشات در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان بیت رهبری نام برده می شود دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت اطلاعات مشغول به فعالیت هستند دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود و وظیفه ارتباط با سازمان های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است مرکز تحقیقات مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است نیز در تیر ماه 1393 در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام قاضی شنود با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخ است. در ماده دو قانون اساسنامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی با نه عضو پیش بینی شده است. علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، داستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تامل اختیار او، وزیر امور خارجه یا نماینده تامل اختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل میدهند خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی امنیتی مشترک و پیگیری و هماهنگی اجرای پرونده‌ها و عملیات های اطلاعاتی مشترک را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است. قنچه قوامی در اعتراض به شرایط بازداشت خود و پس از اعتصاب غذای تر از نوشیدن مایعات خودداری می‌کند. در همین حال جمعی از کنشگران مدنی در دیدار با خانواده قوامی خواستار آزادی این شهروند 25 ساله شدند قنچه قوامی به تبلیغ علیه نظام متهم است قنچه قوامی شهروند 25 ساله ای ایرانی بریتانیایی پس از 110 روز بازداشت و بلا تکلیفی اعتصاب غذای خشک کرده است. ایمان قوامی برادر قنچه قوامی خبر داده که خواهرش از 19 مهر اعتصاب غذای تر خود را به اعتصاب غذای خشک تغییر داده است. ایمان قوامی عنوان کرده که روز 19 مهر در دفتر معاون دادستان تهران به والدینش گفته شده که می توانند با قنچه قوامی ملاقات کنند. اما در زمان مقرر آنها را به اتاقی با دوربین برده و از آنها خواستند که اعتصاب غذای فرزندشان را تکذیب و برگه ای را نیز در همین رابطه امضا کنند. ایمان قوامی گفته که حال مادرش پس از این برخورد به هم میخورد و به بیمارستان منتقل می شود. آقای قوامی میگوید خواهرش پس از تماس تلفنی خالهاش با او و در واکنش به این برخورد تصمیم گرفته است اعتصاب غذای خشک کند قنچه قوامی در خورداد ماه به خاطر تلاش برای تماشای مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی تهران بازداشت شد. او در رشته حقوق در دانشگاه سوئز لندن درس خوانده و اواخر سال 1392 پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشته است. قنچه قوامی به همراه زنان دیگری که سی خورداد دستگیر شده بودند همان روز با سپردن تعهد و توقیف وسایلشان آزاد شد اما ده روز بعد وقتی برای گرفتن لوازم شخصیش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرد بار دیگر بازداشت و به اوین منتقل شد محمود علیزاده تبا تبایی وکیل قنچه قوامی روز شش مهر خبر داد که پرونده موکلش با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده و اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اعتصاب غذای قنچ قوامی از نوه مهر آغاز شد. سایت کلمه گزارش می دهد که جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی به دیدار خانواده قوامی رفته و از سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی خواستند در ملاقات با دخترش از او بخواهد اعتصابش را بشکند. نسرین ستوده، نرگس محمدی و گوهر عشقی از جمله افراد حاضر در این دیدار بودند. سوسن مشتاقیان روز دوم مهر به خبرگزاری آفتاب گفته بود که وقتی ماموران متوجه شدند که دخترش تابعیت دوگانه ایرانی انگلیسی دارد دوباره احضارش کردند و یازده روز پس از بازداشت از شعبه دوی دادستانی اوین اطلاع دادند که او در بند دوی الف زندان اوین نگهداری می شود. محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران در تازه ترین تاکید کرد که دستگیری قنچ قوامی ربطی به والیبال ندارد اما مادر قنچه قوامی در واکنش به اظهارات این مقام قضایی گفت دختر من در جریان بازی والیبال بازداشت شد بنابراین به آن ربط پیدا می کند. پیش از این و روز اول مهر نیز 300 نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی در نامه خطاب به حسن روحانی خواستار تلاش دولت برای فراهم کردن مقدمات آزادی قنچه قوامی شده بودند. در این نامه آمده بود که قنچه قوامی در طول مدت بازداشت برای پذیرش اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق سازماندهی کمپین والیبال تحت فشار شدید بوده و بارها به محکومیت به زندان طویل مدت تهدید شده است. سازمان عفو بین الملل نیز روز 19 شهریور بیانیه‌ای در لزوم آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی داد. در بیانیه این سازمان آمده که قنچه قوامی در حرکتی مسالمت آمیز و برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان بازداشت شده است. هفته گذشته نماینده زابل در مجلس ایران از بازداشت چند تن در ارتباط با حوادث چند روز گذشته در سراوان خبر داد و خواستار اقدام جدی برای امتداد نوار مرزی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم این منطقه شد. باقر حسینی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا با اشاره به وقوع دو حادثه به گفته او تروریستی در سرابان در روزهای گذشته اقدام جدی نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی را خواستا شد این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امتداد نوار مرزی را از راهکارهای اصلی برای حل مشکلات امنیتی استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت از عوامل دیگری که سبب به وجود آمدن جریاناتی از این دست می شود اوزا و احوال نابسامان معیشتی مردم است. اوضاع نامناسب مردم منطقه شرایط را برای به گفته او گروهک تکفیری فراهم می کند تا ادعی از افراد ناآگاه را جذب کنند و از آنان برای چنین اقداماتی استفاده کنند در همین حال خبرگزاری مهر نیز در گزارشی از وضعیت نابسامان اقتصادی و رفاهی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد خبرگزاری مهر در گزارش خود نوشت که خوش سالی های مستمر در سیستان بیکاری طیف وسیعی از کشاورزان و سیادان آمار رو بیماران مبتلا به سل و بی رونقی بازارچه های مرزی و سیل مهاجرت مردم سیستان به حاشیه شهرهای بزرگتر همچون زاهدان از جمله مشکلاتی است که حیات در سیستان را با بحران جدی روبرو کرده است این خبرگزاری در گزارش خود نوشته که فشار اقتصادی بگونی ای روسایان را در این منطقه در تنگنا قرار داده است که کودکان نیز برای تهیه لومنانی راه خیابان و کار در ساختمانها و مناظر را در پیش گرفتند و برخی از خانواده های روستایی به در مناطق مرزی کودکان هست ساله خود را به ازای دریافت روزانه 500 الا هزار تومان به کار می گمارن. به گزارش مهر الساق برگاه های دست نویس متعدد بر در خانه های شهری و روستایی که نوشته شده این خانه با تمام وسایلش نصف قیمت به فروش می رسد خود گواهی بر شرایط سخت و وضعیت بحرانی این مردم دارد این در شرایطی است که هفته گذشته در میان این برگه ها آگهی خانواده بود که حاضر شده فرزندش را در ازای اجاره یک خانه به فروش بگذارد بسیاری از مردم استان از آن تعجب و بسیار متأثر شدند پیشتر نیز علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها از وجود برخی تبعیزها و بیمهری ها در برخورد با اقلیت‌های دینی و اقوام انتقاد کرده بود. او بدون نام بردن از فرد خاص ادعی را در حکومت جمهوری اسلامی متهم کرد که نمیخواهند دولت به امور اقلیت ها توجه کند علی یونسی ششم شهریور ماه تصریح کرد که موانعی برای اقدامات در حوزه اقلیت ها وجود دارد و ادعی مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد در حالی که آقای یونسی اشاره به هویت این عده نکرده در ماهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس و روحانیون در ایران به سخنان آقای روحانی درباره لزوم توجه به های مذهبی و اقوام ایرانی اعتراض کرده بودند. علی یونسی همچنین از مذاکرات خود برای انتصاب زنان و اهل تسنن در سمت‌های دولتی خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته است که موضوع هسته ای برگشت ناپذیر است وی ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و گروه پنج به علاوه یک در همین چهل روز باقی مانده کاملا حل شود وی در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین آخرین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد حسن روحانی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است در کلیات مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک اتفاق نظر داریم و امروز این گروه قبول کرده که موضوع ای و حق ایران را به رسمیت بشناسد و اختلاف میان طرفین را در جزئیات برنامه هسته‌ای تهران دانست و تاکید کرد موضوع ای بازگشت ناپذیر است و هیچ وقت به یک سال قبل بر نمی گردیم. اراده ما بر این است و فکر می کنیم که در همین چهل روز باقی مانده مسائل قابل حل و فصل نهایی است. اما اگر مسائلی پیش بیاید به هر حال دو طرف درباره یک راه به تفاهم میرسند آقای روحانی افسوده دنیا قبول کرده که ایران باید دارای فناوری هسته ای باشد همین که از طریق مذاکره مسائل حل و فصل شود و همین که همه پذیرفتند باید توافق حاصل شود حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قبل از دستیابی به توافق نهایی هسته و برداشتن تحریم به طور کامل از رکود عبور کردیم گفته است در مجموع امروز علائم بسیار زیادی داریم در شش ماهه اول امسال رشد واردات و صادرات قابل ملاحظه است حدود 26 میلیارد واردات و 23 میلیارد دلار صادرات داشتیم. صادرات غیر نفتی ما حدود 50 میلیارد دلار بوده است که تا پایان سال به 100 میلیارد دلار میرسد و این نشان دهنده حرکت و رونق اقتصادی است. و با انتقاد از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد گفته است: ببینید قبل چه وضعیتی در کشور حاکم بود. بانک مرکزی به مرکز فروش سکه و دلار تبدیل شده بود در این 13 14 ماه فعالیت دولت 11 تقریبا نقدینگی در مسیر درست خود حرکت می کند امروز دست بانک های ما در زمینه تسهیلات مقداری باز شده است تسهیلات پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 40 درصد افزایش یافته است رئیس جمهوری اسلامی رشد تورم را مهار شده خواند و گفت رشد تورم تا پیش از این دولت ماهانه 3 درصد و گاهی هم 5 درصد بوده است. در این دولت حد اکثر یک درصد است و گاهی ماها 7 دهم درصد بوده است. با رشد یک درصد یعنی اینکه به مردم 20 درصد قدرت خرید داده ایم. تورم مهار شده و جلوی رشد آن گرفته شده است. به گفته آقای روحانی در تیر ماه پارسال تورم نقطه به نقطه 44 درصد بود ولی الان 14 درصد شده است که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه را 31 درصد کاهش داده ایم. الان هم اجناس گران می شود ولی با یک شیب ملایم. به افسود هدف ما تا پایان سال این است که تورم به زیر 20 درصد برسد. قبلا قول داده بودیم که زیر 25 درصد باشد. پیش ما این است که رشد اقتصادی نیز به مثبت حدود 3 درصد تا پایان سال برسد. اظهارات آقای روحانی در خصوص مسائل هسته در حالی است که ایران و گروه پنج به علاوه یک در حال مذاکره برای حل و فصل ابحام های مربوط به ماهیت برنامه هسته ای تهران هستند که در سوم آذر پارسال به توافق موقت ژنو منجر شد زمان این توافق که برای چهار ماه دیگر تمدید شده است آذر امسال به پایان می رسد و طرفین باید آن را به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند مذاکرات بدون نتیجه طرفین در چند ماه گذشته قرار است از امروز سهشنبه 22 مهر در وین از سر گرفته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه تیم مذاکره کننده هسته ای امروز راهی وین شد. حباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران صبح سهشنبه در وین با ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می کنند. سهشنبه شب نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا بر سر میز شام به گفتگو رایزنی خواهند پرداخت. چهارشنبه 23 مهر ماه هم نشست سه با حضور محمد جواد ظریف، جانکری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر دارد در یک طرح ضربتی فروشگاه های تاناکورا را برچیند وزارت بهداشت میگوید لباس ها بهداشتی نیستند و ممکن است مصرف کنندگان را به انواع ویروس ها و میکروب ها آلوده کند بازار لباس های کهنه یا تاناکورا از سال دهه 1370 در سایه تورم 50 درصدی رونق گرفت سال در جمهوری اسلامی بازار فروش لباس های کهنه رونق دارد. نام این بازار لباس های تاناکورا است. این بازارها از سال دهه دهی 1370 در سایه تورم 50 درصدی رونق گرفت. نام تاناکورا را ایرانی ها از مجموعه تلویزیونی سالهای دور از خانه با شخصیت معروفش اوشین وام گرفتند. در این مجموعه تلویزیونی اوشین با همراهی همسرش ریوزو فروشگاههایی را با نام تاناکورا تأسیس کردند. به گزارش زمانه لباس های دست دوم معمولا از کشورهای همسایه وارد ایران می شوند و قاچاقچیان این لباسها را به شکل بسته ای یا کیلویی با قیمت ارزان میخرند و در سطح کشور توضیح می کنند. یکی از عمدهترین ترین دلایل محبوبیت فروشگاه های تاناکورا در ایران ارزان بودن لباس هاست. قیمت لباس در این فروشگاه ها از 5000 هزار تومان شروع می شود و معمولا از دویست هزار تومان تجاوز نمی کند. کفشای ورزشی و کتانی مارکدار را که در فروشگاه با قیمت 600 الا 700 هزار تومان عرضه می شود می در فروشگاه های با قیمت 70 هزار تومان خرید. قیمت ها اغلب بسته به محل مغازه نوسان دارد. اگر فروشگاه در محلات پایین شهر باشد قیمت هم به همان اندازه کاهش پیدا می کند. در اثر تحریم ها و تورم اقتصادی در این سالها ها فروشگاه های تاناکورا رونق گرفتند. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرداد ماه امسال اعلام کرد قصد دارد در یک طرح ضربتی بساط فروشگاهی تاناکورا را از سطح کشور برچیند در این طرح چنین پیش بینی شده که ابتدا به صاحبان مغازه های تاناکورا اخطار داده و از آنها دعوت شود که برای عقص مجوز نوفروشی اقدام کنند آنگاه اگر این تدبیر موثر واقع نشد مغازه را تعطیل و پلم کنند وزارت بهداشت میگوید لباس ها بهداشتی نیست و ممکن است مصرف کنندگان را به انواع ویروس ها و میکروب ها آلوده کند. پزشکان اما نظرات متفاوتی دارند. برخی به احتمال ابتلا به بیماری های پوستی مانند قارچ اشاره می کنند و برخی دیگر معتقدند اگر لباس ها جوشانده و به خوبی شسته شده باشند از نظر بهداشتی مشکلی برای مصرف کنندگان پیش نمی آید. در این میان اتحادیه پوشاک و لباس دوخته که بخش عمده ای از بازار پوشاک را به خاطر رونق فروشگاهی تاناکورا از دست داده میگوید پوشاک تاناکورا و استوک اروپایی حامل انواع بیماری های واگیردار پوستی است ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک و لباس دوخته شهرستان تهران به همین دلیل از وزارت بهداشت خواسته است بر واردات پوشاک نظارت قانونی داشته باشد او وارد کنندگان این گونه لباس ها را فاقد صلاحیت و بینام و نشان خوانده است. معید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سراحت گفته است این لباسها ها نمی توانند عامل انتقال بیماری باشند ولی وزارت بهداشت در صورت مشاهده چنین مواردی قطعا با آن برخورد خواهد کرد. منتقدان مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش لباس های دست دوم پیشبینی بینی می کنند که در صورت اجرای این تر فروشگاه ها از خیابان ها به درون خانه ها منتقل شوند. حجم این لباسها در بازار آنقدر زیاد است که نمی تصور کرد بدون مجوز وارد کشور شده باشند. محمد حسین رجبی دوانی رئیس مرکز اسناد مجلس در دفاع از حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته در صدر اسلام نیز آیش همسر پیامبر به دستور حضرت علی در حصر قرار گرفته بود در همین رابطه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در سخنانی با اشاره به ماجراهای سال 88 گفته است فتنه زنده است محمد حسین رجبی دوانی رئیس مرکز اسناد مجلس در دفاع از حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته که در صدر اسلام نیز آیشه همسر پیامبر به دستور حضرت علی در حس قرار گرفته بود و این مطلب را در واکنش به اعتراضهای علی متحری مبنی بر غیر قانونی و غیر شرعی بودن ادامه حصر موسوی و کروبی بیان کرده است. وی در پاسخ به متحری گفته که حصر افراد در تاریخ اسلام وجود داشته و یکی از موارد آن نیز حصر آیشه به دستور حضرت علی برای خاتمه دادن به فتنه جمل بوده است. این استاد دانشگاه امام حسین اضافه کرده آیشه از رهبران فتنه جمل بوده اما امام اول شیعیان با احترام وی را در هست قرار داد تا به فتن انگیزی های خود ادامه ندهد. به گفته رجبی دوانی حضرت علی در این فتنه به چهل خانم اهل بصر دستور داد لباس مردانه بپوشند و صورتهای خود را بپوشانند و عایشه را از بصر به مدینه ببرند. به اضافه کرده آیشه هم پس از مدتی از حضرت علی درخواست عرف کرد و امیر هم به حرمت جایگاه همسری پیامبر و مساله مملکت او را مجازات نکرد و با احترام به مدینه برگرداند. در همین رابطه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته فتنه هنوز زنده است باید مانع حضور متظاهران در قدرت شد و اگر کسانی که به بیت المال دست اندازی کردند وارد مجلس خبرگان شوند به ضرر علی خامنه ای خواهد بود آقای جنتی این مطالب را در جمع گروهی از نیروهای بسیج بیان کرده و گفته نسبت به توهین ها بی و تنها به وظیفهش عمل می کند جنتی در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی اظهار کرده جریانی متظاهر که متعهد به مبانی نظام نیست برای نفوذ در قدرت برنامه کرده و باید مانع تحقق اهداف آن شد امام جمعه موقت تهران این افراد کسانی معرفی کرده که نسبت به مسئولیت ها و سمت ها در جمهوری اسلامی طمع کردند و اگر در مصادر امور قرار بگیرند تهدید بزرگی برای نظام خواهند بود وی گفته آنها طمع ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نیز دارند و باید در حد توان مانع حضورشان در ارکان قدرت شد جنتی گفته اگر این افراد فاقد صلاحیت وارد مجلس خبرگان شوند می توانند تصمیماتی درباره رهبری بگیرند که به صلاح نظام و امت اسلامی نباشد اظهارات احمد جنتی در خصوص ورود نامحرمان به مجلس خبرگان در شرایطی است که در طول ماهای اخیر کازم صدیقی و محمد رزا تویسرکانی و بسیاری از فرماندهان نظامی و امنیتی نسبت به برنامه ویژه جریانی برای تسخیر مجلس خبرگان رهبری هشدار دادن منظور این افراد از ورود نامحرمان به مجلس خبرگان جریان حامی اکبر حاشمی رفسنجانی محمد خاتمی و حسن خمینی است که محافظ کاران رو پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نگران گسترش فعالیت این افراد شدند ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود